از این رنگبندی ها شروع کنیم به نظر شما این رنگبندی هایی که از سوی دولت اعلام شده تا چه حد با واقعیت شیوع کرونا در ایران منطبقه ببینید برای اینکه من به این سوال پاسخ دقیق تری بدم ارجاع میدم به یک مصاحبه ای که همین امروز آقای دکتر حمید سوری که از اپیدمیولوژیست های به نام کشور هستند انجام داده و در اونجا اتفاقا به همین مسئله اشاره کرده که متاسفانه بحث رنگ بندی در کشور ما تبدیل به یک عادی انگاری و یک وضعیتی شده که خودش داره تبدیل به ضد خودش میشه ببینید رنگ بندی بحث هشداره عین مثلا وقتی که بدن یک فردی دچار بیماری میشه تب میکنه این نشانه هشدار هستش و باید اون رو جدی گرفت و به سراغ در واقع پزشک و درمان رفت در بحث اپیدمیولوژی و در بحث شیوع اپیدمی ها تغییر وضعیت بیمارستان ها از لحاظ بار بیمار میتونه نشان دهنده تشدید اپیدمی باشه که خب برای فهم راحتتر اون میان از رنگبندی استفاده میکنن اما خب این رنگبندی باید رعایت بشه این رنگبندی نباید به یک موضوع مبتزل تبدیل بشه ما دیدیم که در بحث رنگبندی ها مثلا وزارت بهداشت درست قبل از تعطیلات نوروز اومد گفت که برای شادی مردم ما تصمیم گرفتیم از رنگهای شاد استفاده بکنیم این دقیقا مثل این هستش که ما به پرستارا بگیم تا آخر تعطیلات شما درجه حرارت بدن مردم اگه بالای 37 هم بود به خاطر شادیشون این رو اعلام نکن که این کاملا متناقض با فلسفه مبارزه با اپیدمی به حساب میاد آقای توفیقی در اولین روز کاری پس از تعطیلات مسئولان بهداشتی از خیز دوباره کرونا و افزایش مرگومی خبر میدن و همه چیز رو هم خب تقصیر سفرهای نوروزی میندازن به نظر شما این وضعیت بعد از تجربه هایی که الان یک سال گذشته و مبارزه با کرونا درگیر بودن حالا به کشور و سیستم بهداشتی اینا اصلا قابل پیش بینی و پیشگیری نبود واقعا ام حقیقتش رو بخواید با توجه به تجربه ای که ما حداقل در یک سال گذشته در کشور خودمون داشتیم حالا اگر بخوایم همه چیز رو از نگاه مثلا مسئولین جمهوری اسلامی ببینیم که اعتمادی به دیگران ندارن دنیا رو در یک وضعیت به خاصی میبینن که همه بر علیه اونها دارن کار میکنند اگر به همین تجربیات داخل کشور استناد میشد نباید بحث سفرها به این ترتیب بهش توجه جلوی اون گرفته نمیشد ببینید کاملا قابل پیش بینی بود وزیر راه میاد با آقای رئیس جمهور دو سه روز پیش گزارش داد گفت که ما پیش بینی 33 میلیون سفر می کردیم همین امروز با روزنامه همشهری مرکز رئیس مرکز ترابری راه ها صحبت کرده گفته که ما 123 میلیون نفر سفر داشتیم در جاده ها خب ببینید همه اینها نشون میده که در یک وضعیتی که آقایون می توانستند و خبر داشتند البته یک نکته هم که اینجا وجود داره این هستش که خب متاسفانه یک هماهنگی و یک انتباقی بین تصمیمگیریها ها وجود نداره اساسا فلسفه وجود ستاد ملی کرونا در ایران و در هر جای دنیا باید این باشه که جلوی ناهماهنگی ها گرفته بشه همه چیز بر محور اپیدمی بچرخه کنترل اپیدمی از اون ور در واقع بعد از یک هفته هنوز نامه وزیر بهداشت پاسخ داده نشده که نوشته مثلا جلوی سفر رو بگیرید من مثلا نمیفهمم اگر واقعا اونها ستاد ملی برای مبارزه دارن دیگه این نامه نگاری ها چه معنی داره گرچه مشخصه در این افتضاح وضعیت در جمهوری اسلامی این هم کاری هست شبیه به همه کارهای دیگه که معلق و معطل هستش سپاسگزارم از شما دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ما همراه بودید